خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 10 آبان ماه 1398، برابر است با اول ماه نوامبر سال 2019 میلادی. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود و امروز قبل از برنامه من، بعد از مدت ها که وقفه ایجاد شده بود در پخش برنامه های کانون هوا، باز با دوستان بودیم، آقای حسن حیرانی و آقای عبدالرحمن محمدیان. ویدیوش موجود هست، به زودی آرشیو میشه توی یوتیوب و بازپخش هم میشه در مردم تیوی و روی فیسبوک هم تا زمانی که فیسبوک بر نداره اونجا خواهد بود. ببینید و اگر شما هم نظری یا سوالی دارید درباره برنامه این دوستان، میتونید تماس بگیرید، بپرسید و این دوستان با شما یا مستقیم یا از طریق برنامه تماس میگیرن. و اما خبر خوب این که بالاخره دیروز در مجلس اینجا در آمریکا این به قول دوستان کلید اول ایمپیچمنت یا استیضاح ترامپ زده شد و با حدود 200 خورده رأی موافق و 190 تا مخالف و اینا، هرچی بود فعلا قرار شده برن دنبال کار این آقا. گرچه که احتیاجی نداره، خودش این انقدر خرابکاری میکنه که به اونها بهانه کافی میده و حتی دیشب اعلام شده بود که این گفته من میخوام از نیویورک رزیدنت بودن، یعنی شما مقیم، مثلا من رزیدنت ویرجینیا هست، یعنی مقیم اون استان یا ایالت یا شهر هستید، بعد از لحاظ قانونی باید به اون منطقه شهرداری، استانداری و اونها مالیات بدید، فرمانداری مالیات بدید، بعد به یک دولت مرکزی به نام فدرال مالیات بدید. این گفته بود که من میخوام برم از نیویورک و برم دیگه توی فلوریدا زندگی کنم. شهردار نیویورک هم گفت که خب همون بهتر که بری، تو که اینجا هیچ وقت مالیات ندادی و همیشه با کلک و دسیسه از زیر پرداخت مالیات فرار کردی. نه، گفته نماند که این آپارتمانی که داخلش هست و برای خودش آپارتمان طلایی درست کرده، مردم اونجا بارها شکایت کردن که اسم اینو باید بردارین و حتی یک گروهی امضا جمع کردن برای اینکه اسم اون خیابون رو عوض کنن و بذارن اسم به اسم اوباما، باراک حسین اوباما، و گفتن که چه شکنجه‌ای میشه که این هر وقت میخواد آدرس خونش رو بنویسه یا یه جایی به کسی بگه، میگه که مثلا به جایی بگه من تو فیفت اونیو زندگی میکنم، باید بگه من تو خیابون اوباما زندگی میکنم. ببینیم که خبرها چی هست. دوستمون از خلیج فارس چند تا ویدیو فرستاده، متاسفانه یه سریش کار نکرد و باز نشد توی سیستم ما. تمام پتیک دیروز یه ویدیوی برای من فرستاده بود، اونم نتونیم سیستممون کار کرد. گفتیم خب شاید سیستم آیفون و آی مک و اینها باشه، اپل باشه. توی تلفن باز کردیم، توی اون هم باز نشد و این مشکلات فرمت های مختلف یا انواع مختلفی که ویدیوها و فیلم ها و عکس ها هستن، همیشه یه نوع رقابت بین این شرکت های بزرگی که من و شما مجبوریم دیدید مثلا چارجر این تلفن این شکلیه، چارجر اون تلفن اون شکلیه. نمیخوان شما از یه سیم برای دو تا چارجر، برای دو تا تلفن استفاده کنید، شما رو مجبور میکنن که دو بار پول بدین، سه بار خرج کنید و الی آخر تا امروز هم موفق بودند. و اما ببینیم در این پوشه برنامه زنده چی گذاشتیم. نمیدونم رافی خاچاتوریان رو میشناسید یا نه، کمدین ارمنی که در کالیفرنیا میشه گفت جز اولین کسایی بود که ادای آخوندها رو در میورد و اینها، بعدم یه بار بهش حمله شده بود و یک چشمش رو از دست داده بود و ایشون ادعا میکرد که طرفداران جمهوری اسلامی زدنش. بعضی ها میگفتن نه، این گنگای مال کالیفرنیا
وقتی کسی بدهکار باشه و اینا اینجوری میکنن. یادم آقای دکتر انقطاع هم یه دفعه میگفت به من حمله شده و اینها، و یه نفر میگفت که بابا این توی لس آنجلس سر چهارراه معمولی هم یه نفر با یه ماشین شیک باشه میگیرن میکشن پایین، کیفشو ازش میگیرن و الی آخر. و اما رافی خاچاتوریان قربانی تروریسم صادراتی رژیم تهران شده بود و از جنس دکانداران رسانه‌ای در لس آنجلس نبود. خیلی جالبه، اینا خودشون به خودشون توهین میکنن. یعنی وقتی که یه نفر میمیره برای اینکه بگن اون آدم خوبی بوده میگن راستی اون جزء ما نبودا، ماها آدمای بدی هستیم. آخه این رافی خاچاتوریان دوست عزیز، شما روزی که از فرودگاه خواسته بیاد از تهران نگاه کنید، این از همون موقع پارتی بازی کرده که من به خود شخصا نه، ولی وقتی ویدیوشو دیدم گفتم آقا خجالت آوره که شما با افتخار نشستی و میگی که تو رژیم گذشته چون شما یه هنرپیشه بودی، هنرمندی بودی، حق دیگران رو زیر پا گذاشتی و آمدی یا زودتر سوار هواپیما شدی. اگه کسی اون ویدیو رو داره لینکشو بذاره تو همین فیسبوک برای دیگران بیان تماشا کن. و اما من ببینم دوباره مثل که این فیسبوک نظرات و چیزای دوستان رو نمی‌نویسه، خب عیبی نداره یه صفحه دیگه باز میکنیم اونجا میخونیم. و اینه، من بهتون نشون بدم خبرنامه گویا، من نمیدونم گویا کجاست، اروپاست، اینجاست، نوشته که امروز نما. امروز نما یکی از بچه‌هایی که توی وایس آف امریکا کار میکرد، وفا، آمد و اینو راه انداخت. خیلی هم سوال برانگیزه، این بودجش از کجا میاد، پولش از کجا میاد، و با همه مهمونایی که دعوت میکنه و خرج تولید و اینها سوالی به استر جوابی من نگرفتم تا حالا. میگه رافی خاچاتوران بازیگر و مجری بامداد امروز جمعه چشم از جهان فرو بست. رافی مرض قند داشت و هنگام مرگ 71 ساله بود. بسیاری در ایران او را با ظهور تلویزیون های ماهواره‌ای و از طریق جعبه جادو در کم و بیش 20 سال گذشته شناختند. در دوران اوج تلویزیون های 24 ساعته در لس آنجلس هر روز با آیلین ویگن در تلویزیون ملی ایران NITV برنامه داشت. مثل بقیه سیر و سفری هم در دیگر تلویزیون های 24 ساعته کرد تا در تلویزیون کانال 1 شهرام همایون رافی که کارش در زمینه طنز انتقادی بود در بخش بازرگانی این تلویزیون به فروش جنس و کالا مشغول شد. بگذاریم، من دیدم یه دفعه این بنده خدا رو فرستاده بودن بالای این نردبون‌های دو طرفه هست که نقاشا و اینها استفاده میکنن و این نشسته بود اون بالا با یه بلنگو داد و فریاد میخواست، البته یعنی فروش اجناس رو به وسیله طنز بیشتر کنه. حالا نمیدونم چقدر موفق بود، ولی اون آقای باقری خیلی موفق بود که بعد فکر کنم رفت با تلویزیون پارس و آقای شجره و اینها بماند. ایشان هم رفت و یکی یکی این بیچاره ها میرن و به اصطلاح داغ برگشتن به وطن یا حسرتش رو با خودش به گور میبرن. در رسانه های آمریکا آیا پروژه عبور از ترامپ کلید خورده است؟ این رو BBC نوشته که آیا پروژه عبور از ترامپ کلید خورده. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا که اکثریت آن با دموکرات هاست برای نخستین بار در باره تحقیقات استیزا و روند ادامه آن در صحن علنی رأی گیری کرد. اتفاقا بعضی ها میگن این به نفع ترامپ شد، چون الان قانونا ترامپ هم حق داره بیاد از خودش دفاع کنه، حق داره پاسخ بگه به اون سوالاتی که اینها میگن ترامپ یه جورای قانون رو زیر پا گذاشته، خودش رو بالاتر از قانون میدونه. خانم نانسی پلوسی دیشب بعد از ماجرای استیزا رای گیری در برنامه آقای استیون کولبر بود و خیلی قشنگ توضیح میداد، میگفت که این آقا نفهمیده که اینجا اون پدران این مملکت این سه تا
نیرو رو که گذاشتن، قوه مقننه، قوه اجرایی، قوه قضاییه، شماره یکش قوه مقننه است، همین مجلسه، و این فکر کرده اینجا شاه شده و چندین بار تا حالا گفته من هر کاری دلم بخواد انجام میدم، و دیدید ویدیوهاش هست، میگن یکی از مشکلات بزرگ این ترامپ عقل کوچیکش هست و دهن بزرگش، و بارها گفته که من توی فیفت اونیو، همون جایی که آپارتمانش هست و خونش هست، اگه بیام پایین اسلحه بکشم یه نفر بکشم، مردم به من کاری ندارن. یعنی اینا وقتی دیکتاتور میشن، هم خامنه ای، هم خمینی، هم شاه، اینا همشون همین جوری میشن. یعنی اون دیکتاتور توی وجودشون انقدر بزرگ میشه که دیگه مغز و منطق و دلیل و برهان اینا رو از اینا میگیره، قصب میکنه، و اینا هر مزخرفی دلشون میخواد میگن. میدونه که شاه فکر میکرد تمام مردم ایران بلا استثنا این رو دوست دارن، و اونهایی هم که دوست ندارن، نقل اختلاف نظر نیست، اونا خائنن، اونا تروریستن. و این میشه که خب آقای لادن یه مصاحبه کرده خیلی جالبه با این خانم زینا تهرانی، و میگه که اینا وقتی که هی خودشون به خودشون میگن و مردم متملق هم هی پابوسی میکنن، دستبوسی میکنن، مسابقه میذارن از همدیگه سبقت بگیرن که کی نوکرتره، کی غلام خانزادتره، اینا یابو برشون میداره و اون باور غلط میاد جای منطق و اینا رو میگیره و به این روز میفتن یکی پس از دیگری. الان در کشورهای مختلف از لبنان گرفته، هیتی، حتی هیتی، هنگ کنگ، یه دو سیار دیگه هم هست که الان بعد براتون میخونم، اینا همه شلوغ مردم دارن تظاهرات میکنن. سوال بزرگ اینه که چرا مردم ایران نمیان تو خیابونا؟ به نظر من اینی که وجه مشترک با هم ندارن. این یکی دنبال پوله، اون یکی دنبال تعطیلاته، این یکی دنبال آزادیه، اون یکی دنبال نمیدونم مینی ژوپه. میدونید یعنی اینا وجه مشترک دارن. همون توی شیلی اگه اشتباه نکنم 4% قیمت اتوبوس و اینها رفته بالا، مردم آمدن و اعتراض کردن. تو آمریکا میگن که last strand back of camel، میگن یعنی آخرین نی خیلی سبکه، تو خالیه که شما میذاری روی کمر شتر و دیگه کمر شتر میشکنه، تحمل این بار رو نداره. حالا هر کی از خودش پرسه، اینکه بار سنگینی نیست، میگن همینه دیگه، بالاخره یه جایی به اینجاشون میرسه. میگه که نانسی پلوسی رئیس دموکرات این مجلس توانست با 232 رأی موافق در برابر 196 رأی مخالف که تنها دو دموکرات در میان آنها بود، این لایحه را تصویب کند. این به آن معنی است که حالا تحقیقات استیزا وارد فاز جدیدی می شود و دیگر کمتر پشت درهای بسته و بیشتر در جلوی دوربین ها و به صورت عمومی و علنی اجرا می شه. اولین قطعنامه مربوط به تحقیقات استیزا ترامپ تصویب شد. همزمان با این رأی‌گیری تلاشی بود از سوی دموکرات‌ها برای قانع کردن جمهوری‌خواهان که در یک ماه گذشته به طور یک پارچه روند تحقیقات استیزا را غیرقانونی و ناعادلانه خوانده‌اند و گفتند بدون رأی‌گیری در صحنه علنی و همچنین فرصت ندادن به حامیان دونالد ترامپ برای احضار شهود، کل تحقیقات استیزا بی اعتبار و نامشروع است. هفته گذشته هنگامی که ده ها نماینده جمهوری‌خواه با یورش به یکی از جلسات محرمانه، یعنی درست مثل کشورهای ترکیه و نمیدونم آلبانی و اینا، دیدین دعوایی مال توی مجلسشون اینا، اینجا همون بی آبرو بازی رو در آوردن که خیلی به اصطلاح بعید بود از آمریکایی که همه دنیا قبطه میخورن چنین و چنان. در هر صورت خلاصه این خبر این که اولین قسمت استیزا به اصطلاح اجرا شد، حالا باید صبر کرد و ببینیم که قسمت‌های بعدی یا قدم‌های بعدیش چیه. و اما گفته که آیت الله سیستانی خواستار عدم مداخله خارجی در امور عراق شد. می‌دونید در یک دو هفته گذشته اسم آیت الله سیستانی یکم باز توی خبرها بود، دلیلش هم این بود که اون ملازاده آیت الله، بچه آیت الله زم به اسم روح الله زم،
که با فریب 15 میلیون یورو کشوندنش به عراق و دست بسته بردنش ایران، این یکی از چیزا هم این بوده که بیا عراق که آیت الله سیستانی میخواد ببینته. لابد گفته میرم اونجا، این میگه برو و حرکت را بنداز و بعدم شما میشی رئیس جمهور و باز ببینید که اینها که تشنه و گرسنه قدرت هستن چجوری با پای خودشون میرن در دام آخونده میفتن. آیت الله علی سیستانی مرجع سرشناس شیعه که در شهر نجف عراق سکونت دارد با صدور بیانیه‌ای خواستار عدم دخالت بازیگران خارجی در اعتراضهای مردم عراق شده است. خامنه‌ای هم گفته بود که این اعتراضات مردم عراق توسط خارجی ها به اصطلاح داره، به اصطلاح این آتش توسط اونها درست شده و اینها، حالا ببینیم چی میشه. از نیویورک به فلوریدا ترامپ اسباب کشی مالیاتی کرد. خیلی از آمریکایی‌ها وقتی پیر میشن فلوریدا شون منزل و اینا ارزونه، هوا گرمه، میرن اونجا و یک حسن دیگه‌ای که داره مالیات بر درآمد استیتش نداره، یعنی استیت آف فلوریدا شما مالیات بر درآمد نمیدی و اینا میرن اونجا. حالا ترامپ به چه دلیل میره؟ ترامپ خب اونجا این گلف کورس‌های زیادی داره که اینا رو همه رو با کلاشی و ما وامایی که گرفته، حالا گندش هنوز در نیومده، ورقای مالیاتش اگه نشون بده، نشون میده که این با دوچه بانک و با اعراب چه کلاهایی سر بانک‌های بین‌المللی گذاشتن و چه پولایی رو آورده و آیا میتونه پرداخت کنه یا نه. میگه که اینجا چون نیویورک هم دادگاهش دنبال ترامپ هست که باید بیای مدارک مالیاتی رو نشون بدی و چنین و چنان، میگه که از نیویورک به فلوریدا ترامپ از پاپکشی مالیاتی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که محل سکونت خود را از ایالت نیویورک به ایالت فلوریدا تغییر داده است. رئیس جمهوری آمریکا که به طور رسمی ساکن کاخ سفید در واشنگتن است، برای پرداخت مالیات از این پس به جای ایالت نیویورک ساکن ایالت فلوریدا محسوب خواهد شد. اسناد ارائه شده به دادگاه نشان می‌دهد که دونالد ترامپ محل سکونت خود را از اواخر ماه سپتامبر، یعنی اوائل مهر، به کلوپ تفریحی خود در منطقه پالم بیچ فلوریدا تغییر داده است. دونالد ترامپ در رشته توییت هایی که پنجشنبه شب منتشر کرد نوشت: کاخ سفید جاییست که من وارد آن شدم و امیدوارم 5 سال آینده هم ساکن آن باشم تا عظمت آمریکا را به آن برگردانم، اما من و خانواده‌ام منطقه پالم بیچ در فلوریدا را به عنوان محل سکونت دائمی خود انتخاب کرده ایم. متاسفانه با وجود اینکه من هر سال میلیون ها دلار به عنوان مالیات شهری، ایالتی و محلی در نیویورک پرداخت کردم، اما از سوی سیاستمداران این شهر و این ایالت بسیار مورد بدرفتاری قرار گرفتم. با تعداد کمی از افراد بدتر از من رفتار شده. این همیشه فکر میکنه بهش ظلم شده، ظلم مضاعف شده و اینجا اسمش رو گذاشتن بچه کوچولوی گریان که همیشه داره گریه میکنه و از دست این و اون شکایت میکنه. من یک نگاهی اینجا بندازم. بله، دوباره این کامپیوتر اصلی ما برای فیسبوک نوشته های شما رو نشون نمیده. باورتون میشه برنامه آوا نیم ساعت قبل، از 2 ساعت و نیم قبل کار میکنه، نوشته ها میومد نمیومد، حالا اینجا میاد. میگه که reminder spring forward far back daytime saving this Sunday. خیلی ممنون سعید. میگه که یادتون باشه این یک شنبه، یعنی ساعت 3 ساعت بر میگرده میشه 2 یا ساعت 2 ساعت، بالاخره موقعی که خواب هستین شنبه میرید، یک شنبه که معمولا میگن کمترین ترافیک، کمترین ساعت. خبر خوب این که قرار شده از سال 2020 دیگه این قرتی بازی ساعت بکش جلو، ساعت بکش عقب، تومونت بکش بالا، تومونت بکش پایین عوض بشه، چون میگن این مال موقعی بوده که نیروگاه های برق و فلان اینها فکر میکردن اینجوری انرژی سیو میکنن ولی
اصلا اثر منفی داشته، اثر بد داشته، که به یکی از دوستان به شوخی گفتم ببین این آخونده از روز اول با این کار مخالف بودن، حالا وقتی عوض بشه میگن ببین ما اون موقع میفهمیدیم شما نمیفهمیدیم. میگه شهرام و همایون کوروش کوروش میکنه ولی تلویزیون همایون لانه تجزیه طلبان هست. آقا جون پول پول میدن، ساعت میخرن. شما وطن پرستی، برو پول بده ساعت بخر، وایس حرفتو بزن. این فکر رو از کلمون بکنیم بیرون. ما دو نوع تلویزیون دیدیم تو زندگیمون، یکی تلویزیون دولتی چه در زمان شاه چه در زمان شیخ، یکی تلویزیون های خصوصی. تلویزیون های خصوصی آمریکا اینجوریه، آقا شما اگه نگاه میکنی اولا یه پولی داری میدی با کیبل، حالا گیرم که $10 دادی آنتن اون بالا نگاه میکنی از هوا بهت میاد، همون موقع هم که داری شما این فیلم رو نگاه میکنی تبلیغ مکدونالد، پپسی، ماشین، نمیدونم وسایل لباس، مدرسه، همه این تبلیغ ها رو که شما میبینید اونا دارن پول تماشای تلویزیون شما رو میدن و شما حق انتخاب دارید. آقا نگاه نکنید. وقتی شما نگاه نکنید، اونی که میره اونجا آگهی میده میبینه فروش نمیره، خب اون میردش از بین. من نمیدونم شما میگیم نه من میخوام نگاه کنم تا این عوض بشه. نگاه نکنید. این آقای زمانیان نوشته، میگه هرگز اینطور نیست، من مشکل دار شدن چون ملیگرا بودم. آها سلام به سرباز. نه نکنید آقا این کارا رو نکنید. من الان گفتم ما و دیگران را الکی باد نکنید، چون خیلی که باد کنید میترکید. آقا امتحان کن یه بادکنکی رو باد کن آخرش میترکید. نکنید آقا. سردار رسانه چیه؟ من یه آدم معمولی، نه سیاسی هم نه مذهبی هم، نه آگاهی چندانی دارم، ولی دیدم که حرفی برای گفتن دارم و خیلی هم حرفی که من میزنم اونا هم میگن آها ما همین فکر کردیم، اومدم اینجا چیز میکنم. منم مثل شما هستم، شما از من خیلی بیشتر بلدی، ممنون متشکرم. در سر از سعیدم ممنونم به خاطر این ریمایندر یا یادآوری برای روز یکشنبه که ساعت یک ساعت برمیگرده عقب. حالا کدومش حقیقیه؟ فکر کنم این ساعته حقیقی میشه. مثلا ما امروز وقتی برنامه داشتیم با کانون آوا، همیشه اینجا 12 ظهر که هست به وقت نیویورک، در اروپا، در آلمان، در آلبانی ساعت 18 یا 18:00 عصر. امروز هم یادتونه تو ایران ساعت 17:21 اینا، این ساعت ارتشیه که 24 تا میشمارن. و در صورت امروز به خاطر اینکه اونا زودتر ساعتشون رو بردن عقب، اونها اونجا ساعت 17 بود یا 17:05 بود، ولی از هفته آینده که برنامه جمعه هفته آینده رو از یه جای دیگه اجرا میکنم و شما سورپرایز میشین، اونایی که میدونن ننویسن نگن لطفا. و یه برنامه بود در کانال NBC، همین آقای مطلاوت که به اصطلاح به خاطر کارهای بدی که انجام داده با همکارانش اینا اخراج شد و خودش ول کرد رفت هرچی، این سالی یه بار میرفت یه جایی که به اصطلاح به کسی نمیگفت کدوم کشور و اینها. بعد هر روز صبح شما وقتی نگاه میکردی میگم من مثلا در فلان شهر هستم که جمعیتش انقدر، اینه اینه، این محاسن رو داره، این معایب رو داره، این خصوصیات رو داره. بعد مردم حدس میزدن که مثلا این در آرژانتینه، حدس میزدن که این مثلا در مکزیکه، بعد نشون میداد که حالا حدسشون درست بوده یا غلط بوده. ما هم شاید یه همچین بازی بی‌مزه‌ای رو با شما انجام دادیم هفته قبل جمعه. به احتمال زیاد چهارشنبه برنامه ندارم، مگر اینکه جا مرتب بشه، ردیف بشه، بتونیم از اونجا برنامه داشته باشیم، ولی جمعه با شما خواهیم بود با مهمان مخصوص و برنامه استثنایی. و اما ببینیم که شما چه میگویید. یادتون یه برنامه بود آنچه شما میخواهید، چقدر جالب بود. البته این مال آمریکا بود، اینا اومده بودن ترجمهش کرده بودن اینها. بله خانم بیه جیلانی هم میگن که ما یک هفته است که ساعتمون تغییر کرده و نمیدونم شما موافق این ساعت رفتن. میگن بعضی ها اصلا دیپرس میشن، افسرده میشن، خوابشون به هم ریخت، چیز میشه، به هم میریزه.
بعد گفتن با همه اینا همونجوری که گفتم همچین انرژی که باید پسنداز میکردن، سیو میکردن، نمیدونم سیو رو به فارسی چی بگیم، نبوده در کار. و حالا ببینیم که این قراری که گذاشتن اروپا رو مطمئن هم چون گفته بودن از سال 2020 دیگه نمیشه، ببینیم آمریکا هم این کارو میکنه یا توی این قسمت هم 4-5 سال از اروپا میخواد عقب باشه. خب چون امروز برنامه رو یه مقداری دیر شروع کردم به خاطر که برنامه زنده داشتیم قبلش و دلم نمیخواست که حرفای آقای عبدالرحمن محمدیان رو قطع کنم، برنامه من کمی کوتاه‌تر خواهد بود. در ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیرحسین لادن، ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد از ایران هستیم و مثل همیشه شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و چی بگم دیگه شما بهتر میدونید. آها، حمایت یادتون نره از اون دوستی که دیروز قبل از اینکه حتی 1 نوامبر بشه لطف کرده بودن و $50 ماهیانه خودشون رو فرستادن، تشکر میکنم و امیدوارم که دیداری هم با ایشون داشته باشیم. و اما این هم از این ماجرا، برگردیم دوباره سراغ این فایل های برنامه زنده. از نیویورک به فلوریدا هم خوندیم و این تیتر روزنامه آلبانی است که در برنامه قبل نشون دادیم که نشون میده که این مجاهدین حتی در آلبانی فکر میکنن که در عراق هستن، با پرداخت رشوه‌ها و پولای زیر میزی مقامات اونجا رو میخرن و خودشون دیگه الان هیچ کاری ندارن، بزرگترین و مهمترین کارشون در افتادن با اونایی که جزء خودشون بودن. اتفاقا تو برنامه قبلی آقای مانی خرسندی آمده بود و میگفت اونا به شما میگن تروریست، خب شما که جزء خودشون بودین. و این دوست اون آقای محمدیان هم میگه بله ما هم رفتیم به پلیس گفتیم اولا ما چه تروریستی هستیم که هفته یه بار میان اینجا خودمون رو معرفی میکنیم، پس شما میدونید ما کجا هستیم، شما میدونید ما چه کار میکنیم. دوما اگه ما تروریست هستیم توی این سن و سال، ما وقتی جوان بودیم جزء این سازمان بودیم. بهتون گفتم سال اولی که ما اومدیم آمریکا یه روزی از مدرسه پسر ما زنگ زدن که بیای مدرسه. ما بلند شدیم رفتیم مدرسه ببینیم چی شده. گفتن که آقا این پسر شما فوش داده. گفتیم چی گفته؟ یه چیز انگلیسی گفتن. گفتیم که من یه نگاه به همسرم کردم و یه نگاه گفتم شما هم چیزی بلدی؟ گفت نه. گفتم منم که بلد نیستم، تلویزیون ها همچین چیزی میگن؟ گفت نه ممنوعه. گفتم خب این تو مدرسه یاد گرفته. خانم مدیره یه نگاهی به معلم کرد، معلمه یه نگاهی به مدیر کرد، به من گفتن شما شغل چی؟ گفتم من معلم بودم. اگر شما این بچه های ما رو بیشتر از ما دارین، اینا صبح که هوا تاریکه میان سوار اتوبوس میشن میان، از که هوا میخواد تاریک بشه میان، وقتی هم میان خونه گشنشه میخواد چی بخوره و هومورک بنویسه، صبح هم که میخواد بره داره چی میخوره و فکر اینه که مشقاش بیاره. پس ما کمتر از شما رو اینا نفوذ داریم و بگردید اشکالتون رو توی مدرسه‌تون پیدا کنید. حالا اینم سازمان مجاهدین اگه یه نفر اونجا بود، اگه این آقای ترشیزی، اگه این آقای فیلابی، اگه اون حسن حسین تقی نقی اینا عقلشون خوب کار میکرد، میگفتن آقا نکنید این کارو. شما چرا میایید با اینا در میافتید؟ کسانی که از داخلتون، از چی میگفتن شجر مجرتون خبر دارن و میان عکس العمل نشون میدن، ولشون کنید، آزاد شدن رفتن، بذارید برن به کار زندگیشون برسن. ولی هی نرن شما میری یه کاری انجام بدی، اونا پنجشون میان دوره هم جمع میشن، اون به اون میگه یادت میاد فلانی اینجوری فلان موقع اونجوری، بر علیه هم و نتیجه این شده آخونده تو ایران نشسته داره میخوره و میکشه و میزنه و میبره، مجاهد نشسته تو آلبانی داره پول میده به جولیانی، پول میده به اون یکی دیگه احمقه کی بود بولتون، آقای فیلابی هم دلش خوشه با یه عده پا میشن میرن نیویورک، بعدم برمیگردن سلام علیک و احوال پرسی. خب آقا چه کار کردی شما این همه سال رفتی نیویورک؟ برنامه‌تون چیه؟ برنامه فرداتون چیه؟ رئیس جمهور منتخب شورای مقاومت کدوم انتخاباتی بود؟ کدوم رقیبی بود؟ این رئیس جمهور که چون رئیس جمهور دائم خجالت بکشید بابا، گوش شنوایی نیست. The American police shoot a man in wheelchair. میگه که یک پلیس آمریکایی یک مردی رو که توی این صندلی‌های چرخدار نشسته بود بهش تیراندازی کرد به خاطر اینکه این دیر دستاش آورده بالا. Do not let them delete. ها میگه اینو
اجازه ندین پاکش کنن و قبل از اینکه پاک بشه نشون بدید به دیگران. ما اینا رو نشون میدیم، ولی خب چه تأثیری داره؟ البته تأثیرش اینه که شما یاد بگیرید که پلیس اگه استاپتون داد همینجا، مخصوصا ما این مشکل رو بنده خدا اون آقای بیژن قیصر داشت که هنوز به اصطلاح خانوادش داغ اون عزیزشون رو به اصطلاح دارن و هیچ وقت فراموش نمیکنن. اینجا نشون میده پلیس آمده، اون مردم روی این پلیس، اینم این مرده روی صندلی چرخدار. حالا ببینیم چی میشه. نگاه کنید ببینید چند تا پلیس اومدن برای یه آدم فلجی که روی صندلی چرخدار نشسته. اینا هم که فیلم برداری میکنن آدم های بیکاری هستن که تو خیابون هستن، حالا ممکن بیکار هم نباشن، دارن میرن اینو میبینن. این تلفن ها واقعا نعمتی شده که حق و حقوق مردم بیگناه گرفته بشه. و این تا اونجایی که من میبینم دستش اسلحه چیزی نیست و به کمک دستاش خودشو بلند میکنه یا پاشو بلند میکنه این بر اون بر. ولی چون بله نگاه کنید، نگاه این وقتی میگفتن آمریکا غرب وحشی وحشی وحشی، ببینید آخه این آدم چی کار کرده بود که شمایی که با اسلحه هستی احساس خطر کنی و فکر کنی جونت در خطره. اونم نه یک تیر، نه دو تا تیر، دیدید صدا، یعنی شنیدید صدای تیر چند تا تق 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 زدن. مواظب باشید. همین بنده خدا بیژن قیصر این جوان رو، یه آدمی که خانوادش این همه زحمت کشیدن، این بنده خدا رفته درس خونده، حسابدار شده، حالا زندگی داره، پلیس راه افتاده بود دنبالش برای خلافی که این انجام نداده بود، یکی دیگه زده بود ماشین این، برای این برای هر دلیلی هیچ وقت معلوم نشد واقعا، ترسیده بود یا هر چی، راه افتاد رفت، پلیس هم رفت. این وقتی از جاده رفت بیرون توی دچ، توی ما چی میگیم این جوبای کنار جاده، اونجا رفته بود که دیگه نمیتونست هیچ کاری کنه، پلیس تق 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 تیر زد و کشتش. و میگن پلیسا اینو ندارن که مثلا بزن تو پاش که فرار نکنه، میگن shoot to kill، یعنی شلیک کن تا بکشیش، و اینو باید یک کسی اینجا عوض کنه. بله این عکس ها رو هم فرستادن، ممنون و متشکرم. و اما یک ویدیوی آقای لادن فرستادن، بازسازی دروغین گذشته محکوم به شکست است. همین که امروز اتفاقا دیدم عکس آقای داریوش فروهر که زمان شاه زده بودن خون از سر صورتش می اومد، فکر کنم آقای مانی خورسندی گذاشته بود یا یکی دیگه از دوستان نوشته بود که ببینید اینایی که از زمان شاه خیلی تعریف میکنن، این چیزا بود که به اینجا رسید یا به اونجا رسید، به 40 سال پیش رسید. در صورت این هم برنامه رو روی، اجازه بدین لینکش رو بذارم روی فیسبوک، شما برید ببینید. بازسازی دروغین گذشته محکوم به شکست است. آقای دکتر کوروش عرفانی، آقای رامین کامران و آقای امیر حسین لادن. و این ویدیوهای یا برنامه های آقای لادن رو من تا اونجایی که وقت بهم اجازه بده تماشا میکنم و یاد میگیرم. آها حالا که یه چیزی نوشتم اینجا، این نوشته های شما پیدا شد، از این به بعد باید یاد بگیرم بهش کلک بزنم نوشته رو. بله میگه عجب پلیس آمریکا عوضی هستن، باید بیان از پلیس آلمان یاد بگیرن. بله میگن در فرانسه میگوین یک ساعت بیشتر میخوابن. خب این مال روزی که ساعت برمیگرده به عقب، اون روزی که ساعت میره جلو چی؟ ولی کل این ماجرا چون دو بار انجام میشه، اینجا میگن spring forward fall backward، یعنی بهار جلو میره ساعت، پاییز عقب میره. و رستوران ها مثلا موقعی که ساعت جلو میره کاری بهش ندارن، زودتر تعطیل نمیکنن اینایی که دیسکو میسکو هستن، ولی موقعی که عقب میره فوری میبرنش عقب که یه ساعت بیشتر باز باشن. یعنی هر کسی، اما هر کسی از زن خود شاد یار من، هر کسی از زاویه و دید خودش نگاه میکنه تا بتونه از اون استفاده خودش رو ببره. میگن که
عکس زمان شاه نبود، عکس کاملا تازه بود. خب این آقای فروهر که فوت شده، خانم جیلانی عکس تازه ای نداره و توی اون عکس خیلی جوونه. نمیدونم، در هر صورت اینو ای کاش که نگهش داشته بودم، یا اگه شما میدونید کجاست بخونید. بعضی وقتا ما یه چیزی رو که میبینیم فوری قضاوت میکنیم میریم. اگه من اشتباه میگم عذر میخوام، شما این رو برای دوستان به اصطلاح باز کنید. ولی از اینکه زمان شاه کارایی که کردن اشتباه بود که به اینجا رسید، شما در اون که شکی ندارید. حتی آقای رضا پهلوی اینجا گفت من مطمئنم که اشکالاتی بوده، اگه اشکالاتی بوده که انقلاب نمیشد. شاه هم حالا میگن اون نوشته رو حسین نصر و فرح و اینها براش نوشته بودن، ولی خوند اذعان کرد که من قول میدم دیگه از این به بعد غیر قانونی عمل نکنین. یعنی میدونست از نماینده مجلس غیر قانونی، از نمیدونم بالاخره اینا بود که به اینجا رسید. و از همه اینها مهمتر، این آخونده فرزندان خلف شاه و بعدم که این خانم سکینه فرح خانم کمونیست آمد اونجا، دیگه این آخونده توی دفتر فرح و توی کاخ و اینها برای خودشون میچرخیدن و خوش بودن و بیشترین امکانات و بیشترین پولها و اینها رو اینها داشتن. بیشترین مسجدها در زمان شاه درست شد و از اون ور دانشجوان و اینا رو اذیت و آزار برای که یک کتاب بخونن، و دانشجوان برای که بتونه آزاد باشه میرفت به مسجد، چون یه پایگاهی شده بود برای اونایی که میخواستن دو کلمه آزادانه حرف بزنن. از این که اشتباه بود هیچ شکی نداشته باشید، قبول کنید اشتباه بود، به اینجا رسید، حالا ببینیم چه باید کرد. و الا از این که بگید من اشتباه نکردم تصادف شد، شما فردا سر چهارراه بعدی هم تصادف میکنید. ولی از این که بگید بله من اشتباه کردم، هوا بارونی بود، برگ روی زمین ریخته بود، من با همون سرعت معمولی میرفتم، ترمز که زدم روی این برگ ها لیز خوردم، تصادف شد. دفعه دیگه وقتی برگ رو دیدم، وقتی بارون رو دیدم، آهسته تر میرم. اصلا طبق قانون 10 مایل شما باید یواشتر برید، باورتون میشه؟ یا 1/4 سرعتی که هست، اگه یه جایی 40 مایله شما باید 30 مایل برید. بعد طبق قانون میگه موقعی که برفیه باید نصف سرعت برید، که البته امکان نداره همچین. شما اینجا اگر وقتی برف میاد، البته اینجا برف زیادی نداریم، ولی تو پنسیلوانیا و شیکاگو و میشیگان و فلان اینا اگه برف میاد بخواید با سرعت نصف بری که مردم به خونهشون نمیرسن. مثلا این قانونایی هست که بعضی وقتا فقط تو کتابا نوشته میشه و خیلی قابل اجرا نیستن. بله، میگن که آقای فروهر زمان خمینی او را گرفتن و بارها میگفت 13 سال زندان زمان شاه به سوی و 4 ماه زندان خمینی به سوی. زمان شاه هتل بوده زندان. و همین هتلیه که الان آخونده دارن ازش استفاده میکنه. این هویدا میگن که وقتی که رفته بوده زندان بهش میگن که ببین اینجا رو چقدر سلولا رو کوچیک و اینا درست کرده، یه چیزی توی این مایه ها. بعد میگه خب ما ساختیم، حالا خودمون زندانی شدیم، حالا شما زندانایی که میسازید یه جوری بسازید که بعدن که نوبت شما میشه وسایل رفاهی و اینا رو داشته باشه. این هم از این. بله، میگن آهان، میگن اون دستگیری مال بعد از انقلاب بوده. خب پس اون نوشته‌ای که فکر میکنم به احتمال زیاد آقای خورسندی نوشته بود شاید اشتباه باشه. و زندان زندانه، حالا درسته که بگیم زمان شاه مثلا چلو کباب میدادن، زمان اینا 2 تا چوبم تو سرت میزنن، همین که شما رو محدود کنن، همین که اون به اصطلاح انسانیت آزادی و انسانیت شما رو بهش بی احترامی کنن، مجبورتون کنن سر یه ساعتی بلند شی سر. آقا ارتش اینه دیگه، ارتش که زندان نبود ولی آدم فکر میکرد که بهش توهین میشه. آقا من نمیخوام ساعت 9 شب بخوابم، من میخوام تا 11 بیدار باشم، ولی 9 شب چراغا رو خاموش کن حالا باید بخوابی. آقا من نمیخوام ساعت 4 صبح بیدار شم، اگه یک کاری هست که من باید انجام بدم شاید این کار رو من تو ساعت مختلف روز بهتر انجام بدم. تا صبح ساعت 4 ما رو بیدار میکنید. و معروفه تو آمریکا هم هست، حتی تو ارتش میگن hurry up and wait، یعنی عجله کن و وایس. همین جوری هم بود، میدویدی با سرعت برو توالتای بد و کم و اینا
دستشویی و فلان و بیسار و اینها، اونجا که قربونش برم کسی نمیتونست هر روز اصلا نداشت، پادگان ها دوش و حمام نداشت، با میرفتی بیرون دوش و حمام. باورتون میشه قرن بیستم زمان شاه پادگان های ساخته شده دوش و حمام نداشت؟ از هوا برد بگی. من تو دو تا تیپ دو تا لشکر خدمت کرده، اولیش کجا بود؟ خرم آباد تیپ 77 حمام بیرون جمعه ها، دومیش کرمانشاه لشکر 81 زرهی اگه اشتباه نکنم، بعد لشکر 92 زرهی اهواز، و بعدم لشکر تیپ 55 هوا برد که اون نیروی مخصوصی بود که در زمان شاه مسئولیت حکومت نظامی در شیراز رو به کمک شهربانی و بعد تنها به عهده داشت. میگن که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که زیر نظر فرح پهلوی بود، کتاب‌های صمد بهرنگی را ترویج می‌کرد، از جمله ماهی سیاه کوچولو. ببین آقای زمانی هم. اصلا این کتاب ماهی سیاه کوچولو شما بخون، اصلا کتابی نیست، اینا هم برای خودشون داستان درست کردن. حالا صمد بهرنگی هم که دوستش آمد گفت آقا اصلا کسی نکش اینو، این رفت شنا بلد نبود خفه شد. چیزی که هست حکومت‌های دیکتاتوری اینقدر نادانن که از هیچی چی میسازن. یعنی به شما میگه این کتابو نخونی، یا شما اگه شده قایمکی بری سه برابر قیمت بدی. من یادم دانشجو بودم وقتی خواستم برم تهران کتاب بیارم برای بچه‌ها، یکی از دوستان من به من گفت که این کتاب فراموشخانه رو میتونی برای من بیاری؟ گفتم فراموشخانه چیه؟ گفت ای آقا تو نمیدونی؟ گفتم نه نمیدونم. گفت راجب فراماسونی نوشته. گفتم آقا فراماسونی چیه؟ گفت ای آقا تو نمیدونی؟ گفتم نه نمیدونم. حالا شما بیا اینجا سر این چهارراه یه جای نوشته فراماسونی فلان شماره داره، سر اون چهارراه نوشته فراماسونی فلان فلان داره، تازه اینا تبلیغ میکنه کسی نمیره بهشون بپیونده. میدونی چی میگم؟ همین آمریکا اشتباه کرد سال 1930 مشروب رو ممنوع کرد. شما نمیدونی مردم تو خونهشون مشروب درست میکردن، اون یکی تو وان حموم درست میکردن، میرفتن از کانادا میآوردن، میرفتن از نمیدونم جاهای دیگه با قایق و اینها میآوردن. یه قایقای ساخته شد که سرعتش زیاد باشه فقط برای حمل مشروب. بعد به این نتیجه رسیدن که احمق بذار این مشروبش بخوره، مالیاتش هم به تو بده. شما اینجا میری $10 یه مشروبی میخری، فوری 60 سنت $1 دولت پولشو میگیره. اوکی. در پادگان شماره 4 فقط گروهان ما پست مهندسی دوست داشت. خب من میگم میگم تو خیلی نازنازی هستی و ما نداشتیم. ما تو هوا برد چیز نداشتیم و همون جمعه تا جمعه، اونم بعد که میرفتی تو شهر همه حمام ها شلوغ افتضاح و الی آخر. دوستان عزیز ساعت 2:58 دقیقه است، من یکی دو تا خبر دیگر فوری براتون بخونم بعد بریم سراغ آقای امیر حسین لادن. و اما این شهرداری ما دیروز اینجا چنان بارونی اومده بود دوستان که آخر شب من مجبور شدم بزنم به آب جایی که 2 فوت هست. خیلی خطرناکه ها، فکر نکنید هرچی هم سریع تر برید. اولا اگه سریع برین این مثل قایق میشه، حالا یواش هم که میری اصلا خطر اینه که این فشار آب رو بیاره تو ماشین، با وجودی که لاستیک داره و فلان نه، ولی همین نزدیک خونه ما وقت تابلو هم زده 2 فوت 3 فوت 4 فوت 5 فوت، به جایی که بیان جاده رو درست کنن پل بزنن، میاد تابلو میزنه که اینجا چند فوت آب وایساده. خب آب وایساده من چیکار کنم؟ وقتی هم اومدیم تو آخرش کن، یه چیزایی هست مثل کله قند زرد و اینا بهش میگن کن، اینا رو گذاشته. خب من حالا چیکار کنم؟ این جاده رو که اومدم عقب عقب برم، الان یه کوچه پایین‌تر می‌ذاشتی، یه تابلو می‌ذاشتی، آب وایساده و اینا. ولی شما نگاه کنید دوستانی که فکر می‌کنن آمریکا واقعا از لحاظ تکنولوژی چی هست و اینا، این عکس رو پتیک فرستاده، احتمالاً از نزدیکی‌های خونه‌شه یا محل کارش اینها، و نگاه کنید واقعا ببینید که اینو که زدیم این کامرای دو نگاه کنید، این چوبه این پایین پوسیده یا ماشین زده بهش تصادف کرده، بعد اینا اومدن 2 تا میله آهنی گذاشتن این ورورش، تو دهات بود اگه دست یکی میشکست 2 تا چوب میذاشتن تا اینو برسونن به شهر و بیمارستان اینا. بعد نگاه کنید وزن سیم کشی اینا، نگاه کنید این وزنی که روی این چوب هست. حالا خود این چوبا چوبای درختیه که اینها بریدن سالها یا ماها گذاشتن توی
روغن و نفت و این چیزا و فکر میکنن که خیلی مقاومه، ولی باد میشکنتش، تصادف ماشینا چپ و راست میزنه بهش میشکنه. جدیدن دارن فایبر گلاس یا پشم شیشه‌ای استفاده میکنن. ببرمتون با آقای لادن و درباره همین بازسازی گذشته، مخصوصا در رابطه با 100مین سالگرد تولد شاه محمد رضا شاه صحبت کنیم، که خیلی از دوستان واقعا چه دروغ ها که گفتن و میگن. اون روز دیدم این آقای چیز با آب و تاب، آقای زرابی، ما اسم آقای لادن رو دو جا داریم، یکیش کار نمیکنه معمولا، حالا ببینم چی میشه. آقای رضا زرابی داشت با آب و تاب تعریف میکرد که شاه چنین و چنان. گفتم آقا این شاه حتی دیپلم نگرفته بود. بعد البته اون آقای فرامرز دادرس، چطور شد ما باز آقای دادرس هم آمد گفت حالا شاه دیپلم داشته یا نداشته. خیلی ها امیر حسین لادن، این امروز صبح اسکایپ ما چیز کرد، چی میگن، خودش رو اپدیت کرد، اپدیت کردن همانو، بله بس که پیدا شد ایشون. سهی ما چه حیی، ما قبلا بارها با هم صحبت کردیم. waiting for Amir to accept، نمیدونم میگه که ایشون اویلیبل نیستن. منو تعجب میکنم چون ما داشتیم قبلا ایشون رو. چرا باز الان اینجا یکی دیگه هست، ببخشید، ای اچ لادن، اینه شاید، همینه. اینم مشکله، بعض وقتا اسممون میزنیم پسوردمون یادمون میره، بعد میریم یه اکانت جدید باز میکنیم اینا، اون وقت اسکایپ دوتا نشون میده. آقای لادن رو داریم، اجازه بدیم من تصویر ایشون رو بدم به سیستم اینجا و ببینیم که ایشون درباره این تاریخ دروغین و اینها، اون مقاله هم که نوشتن خیلی جالبه و ویدیویی که صحبت کردن و اینها، ببینیم چه میگویند. اینجا با ایشون باشیم و بله، خب این هم از این. آقای لادن سلام، خوش آمدید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید بگید که درباره این دوستانی که تاریخ رو، مخصوصا تاریخ اخیر رو که ما اکثرا زنده بودیم و شاهد بودیم، اینا دروغ پردازی میکنن، آیا نتیجه مثبت داره یا نتیجه منفی؟ بفرمایید، با شما هست. سپاسگزارم. درود بر شما، درود بر بینندگان تلویزیون مردم و هم میهنانمون. الان همونطوری که هممون شاهد هستیم، مدتیه که دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه مانند تلویزیون مناطق، تلویزیون ایران اینترنشنال و چند رسانه وابسته دیگر با عکس‌های زرق و برق‌دار و ویدیوهای دستکاری شده و موسیقی ملی میهنمون در اوج عوام‌فریبی مشغول تحریک احساسات مردم به ویژه جوانان هستند، جوانان میهنمون. چنانچه حقایق رو رو نکنیم و واقعیت‌ها رو نشون ندیم، این در پاسخ به پرسش شما، این امکان وجود داره که بار دیگه این شعبده بازی ها، این دسیسه بازی ها مردم رو اخفال کنه، گول بزنه و گمراه کنه. برای اینکه همونجور که میدونیم همه نه توانایی پژوهش و اینکه مسائل رو بکشن بیرون دارن و نه زمانش رو، برای اینکه اکثر هممیهنانمون گرفتار مسائل روزمره هست. اینه که با همدیگه یه مرور میکنیم در مورد این تبلیغات یک بعدی و دروغ. پرسش اینجاست که صحبت در مورد 100مین سال روز یا زاد روز محمد رضا پهلوی هست. خب میبینیم که 78 سال پیش
میخوایم، یعنی باید با هم نگاه کنیم که 78 سال پیش ایشون چگونه و از طرف چه کشوری یا چه کسانی به سلطنت گمارده شد. با اینکه 78 سال میگذره هنوز اکثریت بزرگی از هممیهنانمون اینو نمیدونن. میخوام یه صحنه رو با هم دیگه مجسم کنیم. سال 1320 ارتش در ظرف چند ساعت در مقابل ارتش متفقین متلاشی شده. ایران در اشغال روسیه، اتحاد جماهیر شوروی در شمال، انگلیس نیمه جنوبی ایران و آمریکا، ارتش آمریکا متصدی اینه که تسلیحات، غذا و وسایل مورد نیاز شوروی رو از جنوب ایران به شمال ایران هم کنه و به اونا برسه در جبهه جنگ بر علیه آلمان ها. این صحنه رو میخوام تو ذهنمون داشته باشیم. اون موقع محمد رضا ولیعهد، بفرمایید. من چیزی نگفتم، بفرمایید شما. اون موقع محمد رضا ولیعهد و 22 سالشه. رضا شاه محمد علی فروغی رو میخواد که بیاد تو به دربار، میخواد باهاش صحبت کنه. محمد فرید فروغی نمیپذیره، میگه من مریض هستم، تو رخت خوابم. رضا شاه برام میشه میره خونه فروغی و ازش میخواد که بیاد و نخست وزیری رو بپذیره. فروغی میگه نه متاسفم، من مریض هستم، توانایی ندارم. رضا شاه که میدونسته فروغی داره بهانه میاره، چون فروغی قبلا نخست وزیر بوده و رضا شاه با فوش و بد و بیرا اونو از کاخ بیرون میکنه و حتی بهش میگه که مرد مزد میخوام، میگه زن ریشدار. و فروغی، رضا شاه به فروغی میگه که نه ناراحت نباش، من هم امروز استعفا میدم و از ایران میرم، تو باید نخست وزیر بشی و باید قول بدی که محمد رضا رو به سلطنت برسونی. بالاخره پس از گفتگو فروغی میپذیره و رضا شاه استعفا میده و انگلیس ها اخراجش میکنن. البته اینجا یک اشاره به این که انگلیس ها رضا شاه رو با یک دونه کودتای انگلیسی، زمانی که قوای انگلیس در ایران در کنترل قوای انگلیس بود، یعنی 20 سال پیش از امروزی که الان میگیم 1320، اون موقع 1299، فاصله 99 و 300 بود، انگلیس ها در ایران کودتا میکنن و سید ضیاء و رضاخان میرپنج رو میارن به قدرت میرسونن و دوتا خواسته داشتن. یکی این که ایران بشه تحت الحمایه، یعنی قرارداد 1919 پیاده بشه. اون قرارداد دو تا اصل داشت که کنترل اقتصاد و کنترل نظامی ایران در دست انگلیس باشه. انگلیس دو تا خواسته داشت، یکی اون قرارداد بود، یکی این که قرارداد نفت یک تغییراتی درش داده بشه و اون مدت زمانی که ازش گذشته بهش اضافه بشه. و به وسیله رضا خان که بعدن میشه سردار سپه و میشه رضا شاه، این کارو به نتیجه میرسونن و 20 سال تمام هستی ایران رو چپاول میکنن از طریق یک ایرانی. بگذاریم بریم به داستان به سلطنت گماردن محمد رضا. فروغی میره اول پیش شوروی و میگه که من به کمک شما نیاز دارم که محمد رضا رو به سلطنت برسونیم و اینکه ایران نیاز به این مسئله داره. شوروی ها میگن نه، ما با ادامه سلطنت موافق نیستیم، در ایران جمهوری به وجود بیاریم و شما آقای فروغی بشین اولین رئیس جمهور. فروغی میگه نه، ما هنوز متن جامعه همون چنین آمادگی رو نداره و ما قصدمون اینه که محمد رضا رو به سلطنت برسونیم. گفتگوشون به نتیجه نمیرسه. فروغی میره پیش آمریکا و همین خواسته رو از آمریکا داره. آمریکا میگه که چون که ما
مانند شوروی و مانند انگلیس نه نفوذی در ایران داریم نه اطلاعات مثل اونها. بنابراین هر کسی رو که این دو کشور بپذیرن ما همونو میپذیریم. آقای فروغی متوجه میشه که کلید دست انگلیس، میره به سراغ انگلیس و شروع میکنه با اونها گفتگو کردن. اونا میگن نه، ما قصد داریم که سلطنت قاجار رو برگردونیم و نمیگه اینو بهش، ولی قصدشون این بوده که سلطنت قاجار رو برگردونن و محمد میرزا نوه احمد شاه رو بکنن شاه ایران. سومین دیداری که با این محمد میرزا دارن، میبینن که محمد میرزا فارسی بلد نیست، متوجه میشن که این مسئله به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین شروع میکنن با فروغی گفتگو کردن و پس از مذاکرات میگن که ما یک شرایطی داریم، ما یک دونه قرارداد سه ماده‌ای مینویسیم، اینو باید بپذیرین، باید محمد رضا اینو امضا کنه و بعد ما ایشونو میپذیریم. محمد رضا بلافاصله میگه حتما، و انگلیس این قرارداد سه ماده‌ای رو مینویسه. ماده اول دومش برای خالی نبودن عریضه بوده، اصلش ماده سوم. ماده اول اینه که میگه که محمد رضا باید طبق قانون اساسی حکومت کند. ماده دوم میگه تمام املاک و دارایی‌های مردم رو که رضا شاه به زور از ملت گرفته باید محمد رضا اینا رو پس بده. و سوم اینه که خواسته ها و گفته های ما رو در هر مواقعی که به ایشون ابلاغ میکنیم انجام بده. محمد رضا میپذیره و قرارداد امضا میکنه. امضای قرارداد از طرف انگلیس آقای ایدن هست، انتونی ایدن. این در تمام اسناد وجود داره و حتی کسانی که علاقمند باشن من میتونم لینکشو براشون بفرستم. و اما داستان اینجا که باید گام بعدی رو با هم نگاه بکنیم اینه که در ببینیم مثلا یعنی آغاز این سلطنت چی چیه. ربطی به محمد رضا داره، نه ربطی به خواسته های ایران داره. یه توافقه که خواسته بیگانه رو پیاده کنن. و میدونیم که اگر این مسئله رو ادامه بدیم، یعنی این که الان داریم گفتگو میکنیم یه ذره دیگه ادامه بدیم، یه چیزهای دیگه رو میشه و میبینیم که عملا ایشون مسئول انجام خواستهای انگلیس و در آینده بسیار نزدیکی آمریکا میشه. سپاسگزارم. اگه کسی سوال کنه که خب اگر رضا شاه خود انگلیسا آوردنش چرا بعد یه همچین کاری انجام دادن؟ پاسخ شما چیه؟ ببینید، فراموش نکنین که 20 سال از اون کودتای انگلیسی گذشته وقتی بیرونش میکنن و طی این 20 سال ایشون انجام وظیفه میکرد، ولی در ضمن دنبال یک مقاصدی هم بود. رضا شاه وقتی که به این کودتا شد یک دونه اتاق نداشت که خودش و همسرش و دوتا بچهش تو اون اتاق زندگی بکنن. وقتی که از ایران اخراجش میکنن، در انگلیس، در آمریکا، در یکی دو کشور دیگه حساب داره و پول نقد داره که طبق مدارک میگن ما بین 99 تا 97 میلیون دلار بیرون از ایران داشته. و اونی که خودش اقرار میکنه اینو اقرار نمیکنه، و اونی که اقرار میکنه و توی وصیتش هست میگه من فقط 66 میلیون تومان تو بانک ایران دارم، علاوه این که 26 هزار پارچه آبادی رو به اسم خودش کرده بود. یعنی توی اون 20 سال تا اونجایی که تونسته بود دزدیده بود و چپاول کرده بود. از طرفی یه خورده پاشو از گیریم خودش
بیشتر دراز کرده بود در مقابل انگلیس. مدتی بود که به قول خودمون به دلقا عامیانه داشت با آلمان ها و در تشکیلات هیتلر لاس میزد و اون برای انگلیس قابل قبول نبود. یعنی مصرف مفید رضا شاه به اتمام رسیده بود، یعنی که همونطوری که آوردنش گوششو میگیرن میندازنش بیرون. در اینجا یک گفته مصدق فکر کنم مسئله رو خیلی خوب به نمایش میذاره. میگه چنانچه رهبر پادشاه یک کشوری پایگاه مردمی داشته باشد و وابسته به بیگانه نباشد، هیچ کشور خارجی نمیتواند او را بیرون کند. و برای اینکه اینو باز با یک داستانی با یک ماجرایی نشون بدیم، یک داستانی هستش که میگن که در همون زمان که دارن رضا شاه رو اخراج میکنن، یه نفر از اطرافیان اشرف پهلوی خواهر شاه به اشرف میگه که من از توی دیروز از زبان مصدق در یک دیداری شنیدم که میگه اگر من جای رضا شاه بودم این حرف رو قبول نمی کردم که انگلیس ها میخوان بندازنش بیرون. میرفتم توی میدون توپخونه، میدون توپخونه همونی که بعدن شد میدان سپه، میرفتم تو میدون توپخونه میگفتم های مردم، مردم رو جمع میکردم و میگفتم انگلیس ها میخوان من رو از کشور بیرون کنم، من میخوام به دستور اونا نرم بیرون، میخوام به دستور شما برم بیرون، شما بگین من بمونم یا برم. بعد اشرف میگه ای من جای پدرم بودم این پیشنهاد مصدق رو اجرا میکردم. و البته چیزی رو که اینجا اشرف متوجه نمیشه، منظور مصدق فقط اون نیست که برو توی میدون توپ کنه، منظور مصدق اینی که باید پایگاه مردمی داشته باشی، اصل مسئله مردم هستن. بسیار ممنونم. پس میشه گفت که اون علاقه ای که رضا شاه داشته به آلمانیا و اینا، بعضیا میگن حتی اسم ایران رو به اون خاطر عوض کردن که اظهار ارادتی کنن به اینها که جرمن بودن، بگه ما هم آریایی هستیم، ولی بیشتر اون سوء استفاده مالی یا فسادی که بوده باعث شده. ولی خیلی جالبه انگلستان که فکر این نیست که حالا یه دیکتاتوری داره فساد میکنه، بعدم باز یعنی آدمای راستگوی اونام نیستن، مثلا به ایشون گفتن میفرستیم به هندوستان، یه دفعه کشتی سر از آفریقا در میاره که تا آخر عمر گویا رضا شاه ناراحت بوده از این موضوع. نه اونا واقعیتش این نیستش که مشکلی داشتن با دزدی و چپاول رضا شاه، اونا مشکل اصلیشون این بود که این تصفیه بودن که این پاشو از گیره خودش بیشتر دراز میکنه و داره لاس میزنه با آلمان ها. درباره این که گفتید مصدق گفته بوده باید میرفت میدون توپخونه، آقای احمدعلی مسعود انصاری در صحبتاشون گفته بودن که وقتی که پادشاه اردن اون موقع ملک حسین آمده بوده و با شاه در شمال و این برونور تو دریا و کشتی و قایق سواری و اینها، به شاه میگه برادر من بلند شو بیا بریم توی بازار با مردم صحبت کن و اینها. بعد گویا شاه کم محلی میکنه و میگن ملک حسین با قهر ایران رو ترک کرده بوده، که یعنی ما گفتیم این گوش نکرد دیگه، حالا خودش مسئوله. آقای لادن درباره این ماجرای کودتای مرداد 1332 یا قیام و اینکه بعضیا رستاخیز میدونن بعضیا کودتا میدونن، اینا یه مقداری لطف کنید صحبت کنید، مخصوصا چون تلویزیونای طرفدار پادشاهی همونجوری که شما توضیح دادید اینا مشغول دروغ پناکنی هستن و من نمیدونم شما خبر دارید یا نه، این تلویزیون من و تو رو که شما اسم بردید، تلویزیون من و تو با بودجه پنتاگون درست شده و از خودمون سوال کنیم چرا پنتاگون میاد یک تلویزیون
به جای وایس آف امریکا که پروپاگاندای امریکا و سیاستش باشه یه تلویزیون تفریحی درست میکنه. جالبتر اینه که وقتی من به یه نفر اینو گفتم، اون دوستمون گفت که آقا این حرفا چیه؟ گفتم آقا من که نمیگم، آقای حسن اعتمادی میگه که خودش بانی و بنیانگذار و مؤسس این تلویزیون بوده. گفت آقا امکان نداره، ایشون دخترش و پسرش الان اونجا کار میکنن. خلاصه شرط بستیم، بنده هم شرط رو بردم خوشبختانه. دوستان برید این ویدیو رو پیدا کنید که آقای حسن اعتمادی ایشون میگه که چجوری دعوت شدن رفتن با افرادی از پنتاگون صحبت کردن، بودجه تکمیل شد و اینا، بعد حالا بچهش اونجا کار میکنه و اینا دیگه مسائل جنبیه. از خودتون سوال کنید چرا پنتاگون، این میگنش بطی پنج طرفه، باید بیاد برای من و شمای ایرانی تلویزیونی درست کنه که هنرمند و مسابقه و کارتون و این چیزا هست؟ بفرمایید آقا راجب 32، یعنی مرداد 32. و جالبه این مسئله کودتا، بله مسئله کودتا 28 مرداد خیلی جالبه. خب میبینیم که داریم راجع به 1953، یعنی 47 علاوه 19 66 سال پیش صحبت میکنه. 66 سال از این واقعه میگذره بدون تردید. ده ها کتاب، صد ها مقاله، فیلم، ویدیو، همه چی وجود داره. اقرار نامه، زندگی نامه دو تا از عوامل اصلی این کودتا، یکیشون مانتی وود هاوس انگلیس، اسم کتابش هست Something Venture، یکیشون کرمت روزولت آمریکا، اسمش کتابش هست Counter. این دو نفر که مأمور عملیات سرنگونی مصدق بودن از طرف انگلیس و از طرف آمریکا، هر دوشون کتاب نوشتن و مسائل رو کاملا اقرار کردن. دو سال و دو ماه پیش وزارت امور خارجه آمریکا اسناد و اون اسناد اون زمان و همه رو از ردبندی محرمانه خارج کرده، ولی هنوز ما تکلیف خودمون رو با این روشن نکردیم. چرا؟ برای که همش عوام فریبیه. شاه در مورد کودتای 28 مرداد، چون شاه فرار کرده بود از ایران رفته بود، کودتای 28 مرداد که شاه رو CIA و اینتلیجنس سرویس برش میگردونن ایران، شاه اسم اونو تو کتابش گذاشته رستاخیز ملی. و رضا پهلوی که اون دیگه همه این مسائل رو میدونه و شنیده و خونده، ولی باز برای عوام فریبی رضا پهلوی در کتابش میگه کودتا افسانه است. حالا ببینیم این افسانه چیه. من میگم خیلی سیستماتیک با نگاه کردن به مدارک میخوام در این مورد گفتگو کنم. با عزتون بهتون گام به گام اینو نشون میدم که این مدارک چی میگه. الان یک سندی رو خواهم اینجا بیارم خدمتون، میبخشین یهویی این مسئله از پیشم رفت کنار. مسئله نیست، بله اینجاست. این خواهم اول یه دونه جمله بخونم. موقعی که این مدارک رو شد من در موردش نوشتم و این جمله از اون نوشتن، از اون مقاله است که دو سال پیش منتشر شد. این مجموعه 970 برگی واقعی است که بزرگترین فاجعه قرن بیستم را برای مردم درمانده ایران به بار آورد. این اسناد از یک سو نمایانگر توطئه انگلیس و تبانی آمریکا برای سرنگونی دولت مصدق و باژگون نمودن ملی شدن صنایع نفت است، و از سوی دیگر گویای داستان دردناک ملتی است که معنی و مفهوم میهن دوستی را نمی دانست
و با منافع جمعی و ملی ناآشنا بود. این از اون مقاله‌ای که من دو سال پیش انتشار دادم. و اما انگلیس توطئه سرنگونی و نابودی مصدق رو اسمش گذاشته عملیات چکمه، و جمله که الان خدمتتون گفتم همین از اون اسناده. اسم اون عملیات هست سرنگونی و نابودی مصدق. و خیلی جالبه که 9 روز پس از به حکومت رسیدن مصدق، نخست وزیری رسیدن مصدق، 9 روز بعد از اون این پروژه آغاز میشه و رئیس این عملیات اسمش از کریستوفر وودهاوس، اسم چیزش آمیانش بود مانتی، این میشه رئیس پایگاه MI6 که هست اینتلیجنس سرویس مال انگلیس در ایران، و این میاد ایران و خودش نوشته، اینو میخوام توی گیومز از کتابشه، میگه که بلا فاصله پس از ملی شدن صنایع نفت من مسئول پایگاه سرویس اطلاعاتی انگلیس در ایران شدم. هدف مأموریتم سرنگونی مصدق و جایگزینی او به وسیله نخست وزیری بود که ملی شدن نفت را واژگون کند. مذاکرات گفتگوهای شرکت نفت با ایران نیز تنها برای جلب افکار عمومی بود. ما دنبال فرصت مناسب بودیم برای پیاده کردن برنامه ما، و یک بخشی از برنامه ما این بود که مصدق را یک لحظه راحت نگذارید. این نوشته رئیس عملیات چکم است. و اما گفتیم مسئول عملیات CIA در ایران برای این سرنگونی آقای کرمت روزول بود. حالا میخوایم چند تا گفته ایشونو. این آقا هست رئیس پایگاه CIA در ایران. می نویسه، این باز توی گیومس، یعنی دقیقاً از کتاب. چندی پس از ملی شدن صنایع نفت در ایران، برای سرنگونی مصدق از طرف سازمان اطلاعاتی انگلیس MI6 در لندن به من پیشنهاد شد. انگلیس حل مشکل را نه در مذاکره و گفتگو می‌دانست و نه می‌خواست، بلکه مصمم به سرنگونی و جایگزینی مصدق. این باز دوباره واژه به واژه از کتاب ایشون. بعد ایشون میگه که من این هدف و پیشنهاد انگلیس و MI6 رو بردم در آمریکا و با برادران دالاس در میان گذاشتم. برادران دالاس یکیشون وزیر امور خارجه آمریکا بود، یکیشون رئیس CIA، و اونا میگن که هدفمون باید در نتیجه این باشه که این مسائل رو با چرچیل و ایدن و MI6 و اینا همه رو تنظیم کنیم که بتونیم یک حرکتی رو پیاده کنیم. روزولت می نویسه، اینم باز برای اطلاع هم میهنانمون به ویژه طرفداران سلطنت، می نویسه که انگلیسی ها می گفتن که تعداد قابل ملاحظه‌ای از شخصیت های مهم و کلیدی در ایران دارند و می‌خواهند با عامل اصلیشان شاه کار کنند، زیرا با او رابطه تنگاتنگی دارند. بعد اینجا میگه که باز دوباره این در اسناد اومده که این رابطه با ارتش، با ملاها، با دربار بود و کسانی که در اون طرف بودن و نمی اومدن به طرف این توطئه‌گران، اکثرشون توی جبهه ملی و توی دانشگاه و جوان‌ها بودن. اسناد که از ردبندی
محرمانه در اومده، میگه که شخص شاه نه با جبهه ملی و مصدق موافق بود نه با ملی کردن صنعت نفت، زیرا ملی کردن صنعت نفت را به نفع ایران نمیدانست. حالا از اینجا به بعد بخوام چند تا سند و با شماره سند با تاریخ بگم، اونایی که علاقمنده برن خودشون نگاه کنن، به حرف من گوش ندن. سند شماره 210 تاریخش از 21 ماه می 1953، دو ماه پیش از کودتا، یه گزارش میاد از آقای هندرسون سفیر آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه. آقای هندرسون میگه که نزدیکان و محرمان شاه چندین بار به من گزارش دادن که شاه در مورد نظر انگلیس نسبت به خودش خیلی نگران است و مرتب تکرار میکنه. بعد این توی گیومس، یعنی داره گفتار شاهو که مرتب تکرار میکنه عیناً داره گزارش میده. شاه میگه انگلیس ها قاجاریه رو بیرون کردن، آنها پدرم را آوردن، آنها پدرم را بیرون انداختن، چنانچه بخواهن میتوانن مرا بیرون کنن و یا نگه دارن. اگر میخواهن من بمانم و سلطنت داشته باشم باید به من بگوین. اگر انگلیس ها میخواهن من بروم باید مرا سریع مطلع کنن که بی سر و صدا بروم. این اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر که از اربابش میخواد که تکلیفش رو مشخص کنه. بعد میخوام اسناد رو ادامه بدیم. اسناد محرمانه نشون میده که آمریکا و انگلیس با پرداخت میلیون ها دلار رشوه به همدستان ایرانیشون در دربار، ارتش، جامعه روحانیت و در انتها یه عده اوباش و اراذل مثل شبومی مخ و غیره، اینا رو میاره توی کار که دولت مصدق رو سرنگون کنه. و اما انگلیس غیر از پول یک هواپیما با اسلحه، هواپیما مملو اسلحه میاره در قره‌مرغی پیاده میکنه و چند چمدون پر دلار و لیره های انگلیس. سند شماره 742 از کرمت روزولت به وزارت خارجه میگه که سرنگونی مصدق در شرف پیروزی است. زاهدی، منظورش سلشکر زاهدیه، در رادیو تهران است. هندرسون سفیر آمریکا در ایران و من، یعنی کرمت روزولت، بلافاصله 5 میلیون دلار دیگر نیاز داریم. یک هفته پس از کودتا، الان دیگه کودتا تموم شده، شاهو برگردوندن، یک دونه جلسه ایه در تهران که اون به سر رهبران این مسئله اونجا هستن. این سند هست، سند 307 سیایه، تاریخش هست 28 آگوست 1953. آقای ویزنر یا وایزنر، یکی از رهبرای آمریکا در اون داستانه، میگه حالا عشایر به ویژه قشقایی ها چه میکنن؟ آقای روزولت پاسخ میده که تمام عشایر به جز قشقایی ها برای نخست وزیر جدید سرلشکر زاهدی تلگراف فرستادن و تبریک گفتن و در ضمن گفتن چنانچه قشقایی ها مزاحمتی ایجاد کنند ارتش را نفرستید، ما ترتیبشان را خواهیم داد. بعد آقای کرمت میگه که قشقایی ها باعث نگرانی هستند، زمان آن فرا رسیده که از میان برداشته شود. یعنی داره درباره هموطنهای ما صحبت میکنه که بعد میگه اینا رو باید نابود کنه. بعد میگه که فکر کنم زیادم مشکل نخواهد. آقای ویزنر میگه چرا شما نگرانین که اینا امکان داره با دیگر مخالفان همراه شوند؟ آقای روزولت میگه مشکل اینجاست که آنها همیشه با شاه مخالف بودن. میخوام به این جمله توجه کنم. رئیس عملیات آژاکس، رئیس سیایه در ایران، میگه که حالا دیگه شاه نوچه خودمان است.
ما نمی توانیم اجازه بدیم و بپذیریم که دیگران چنین کنن. من میخوام اینجا هیچ شک و تردیدی برای هممیهنانمون باقی نباشه. نه تنها شماره این سند رو بهتون گفتم، میخوام اون نوشته رو به انگلیسی براتون بگم برای اونایی که اون بخشش هم متوجه میشن. آقای روزر میگه The trouble is the قشقاییز have always been against the Shah. The Shah is now our boy and damn it, we cannot put up with it or allow it. پس از پیروزی عملیات آژاکس، سرنگونی دولت مصدق و بازگشت شاه، روزولت میره به دربار برای خداحافظی پیش شاه و از شاه میپرسه که برنامه شما برای مصدق و یارانش چیه؟ این سند رو خدمتون میگم، سند شماره 327. وقتی که آقای روزولت از شاهینه میپرسه، شاه میگه که این باز دوباره تو گیوم است. تصمیم شاه برای خلاص شدن از دست مصدق سه تاست. 1، 2، 3. اولیش هست، شاه تصمیم گرفته که مصدق باید دادگاهی و محکوم به مرگ شود، اما هنوز نمی‌داند که آیا مصدق را عفو کند، از ایران برای همیشه اخراج و تبعید کند یا بلافاصله اعدام. 2، شاه بر این باور است که هر نوع تأخیر در رهایی از شر مصدق پس از دادگاه می‌تواند باعث تظاهرات طرفداران او و نجاتش گردد. 3، در صورت تظاهرات پیش از اعلام محکومیت مصدق از سوی دادگاه، شاه دستور داده که نگهبانان مصدق فوراً او را به قتل برسانند. خب حالا شما تصمیم میگیرین که این کودتاست، رستاخیز ملیه یا افسانه. سپاسگزارم. خیلی ممنون. آقای اکبری، همشهری عزیز من، نوشتن که این چه داستانی است که کشوری به نام انگلستان که به اندازه یک استان کوچک ایران هم وسعت ندارد بتواند اینگونه مقتدرانه برای ایران تعیین تکلیف کند. آیا هیچ ارگان بین المللی نبود که بتواند از ایران دفاع کند؟ این به معنی خودکمبینی ایرانیان نیست؟ نظرتون در این مورد چیه؟ پرسش به جاییه، ولی بعد دو سه تا جنبه داره. اولا اینکه دارین در مورد کشوری صحبت میکنین، ایشون درست اشاره کردن که یک کشور کوچیک، ولی دارین در مورد کشوری صحبت میکنین که در اون زمان بزرگترین امپراتوری رو داشته و با زور همه کاری رو میکرد، نصف دنیا رو گرفته بوده و تمام ثروت‌های کشورها رو چپاول میکرده. هندوستان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا بوده. همه چیز هندوستان رو طی 200 سال خارج میکنه. الان از این مسئله میدونیم که الان در 1341 فکر کنم بود، 42 بود که اونا استقلالشون رو به دست آوردن، یعنی الان 70 سال که مستقل هستن، ولی هنوز در فقر و بدبختی هستن، یعنی هنوز نتونستن جبران اون چپاول رو بکنن. یعنی فقط ایران نبود که چپاول میشد، ولی داستان اینه، اون بخشی که به ما ربط داره. ما جلوی قدرت و کنترل و کارهای انگلیس رو نمیتونیم بگیریم و مسئولش نیستیم، ولی مسئول کارهای خودمون هستیم. CIA در این چیز، در این اسناد دو جا نوشته بدون همکاری ایرانی ها ما قادر به انجام کودتا نبودیم. اونه که ما باید شرمنده باشیم، سرفکنده باشیم. یعنی اگر ما نپذیریم مزدوری رو، نوکری بیگانه رو، همونطوری که رضا خان و ست‌ضیای وطن فروش ایران رو در اختیار انگلیس گذاشتن 100 سال پیش، یعنی نقش ماست
مصدق میگه اگر ما دولا نشیم کسی سوارمون نمیشه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. دوستان عزیز اگر سوالی دارین یا نظری دارید در مورد صحبت‌های آقای لادن تماس بگیرید یا از طریق فیسبوک یا از طریق وبسایتی که روی صفحه نشون میدم، ضمناً صفحه شخصی آقای لادن را هم نشون میدم در حین برنامه، میتونید از طریق فیسبوک ایشون هم باشون تماس بگیرید. آقای لادن امروز هم براتون نوشتم، الان تو چند تا کشور تظاهراتی هست، حتی امروز نگران بودن که این هنگ کنگ ماجرا خیلی بیخ پیدا کرده و ممکنه به ریسشن یا همون رکود اقتصادی ختم بشه. از اون ور ماجرای شیلی، از اون ور ماجرای لبنان. لبنان مردم دیدن که این نخست وزیر حریری سوء استفاده کرده و اینها، اینقدر تظاهرات کردن که مجبور به استعفا شد. چرا در ایران مردم کاری انجام نمیدن؟ ببینین، یه اول نگاه کنیم به بخش نخست اون اشاره اون چند کشور، به ویژه لبنان و عراق، که در ضمنی که اون اعتراضات جنبه اقتصادی، جنبه فساد و رهبران فاسد داره و رهبران نالایق و ناشایسته داره، چون که به ایران نزدیک و رابطه نزدیک با جمهوری اسلامی داره، جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته و باید هم مندازه. اولا اینو به خاطر داشته باشیم که وقتی یک جنبشی در یکی از کشورها به وجود میاد، این مثل یک مرض میمونه، به جای دیگه هم سرایت میکنه. یعنی این مسئله امکانش وجود داره و قویه. یه نگاه بکنیم به لبنان. لبنان مسئله فقط فساد دولت نبود. لبنان میدونین که یک کشوریه که به اون صورت تولیداتی نداره و الان به خاطر ناشایسته بودن، به خاطر فساد، بیشتر از دو برابر درآمد ناخالص کشورش بدهی داره. یعنی داره کمرش میشکنه زیر بدهی و این یکی از بزرگترین مشکلاتش. برای اینکه بتونه از بانک جهانی 11 میلیارد دلار وام بگیره، به اونها قول داده بود که یه مقداری از اون سرویس هایی رو که به مردم میدن ازش میزنه و یه مقداری از مردم مالیات میگیره که بتونه در مقابل اون 11 میلیارد دلار و چیزشو نزولشو بتونه پرداخت کنه. و چیزی که یهو مردم رو به حرکت در آورد اون مالیاتی بود که اینا می‌خواستن بگیرن روی اپلیکیشن واتساپ. می‌دونید که یه دونه برنامه است، یه اپلیکیشنیه که جوان‌ها بیشتر به کار می‌برن و داشتن روی اونها یه مالیات می‌ذاشتن و جوان‌ها و مردم ریختن تو خیابون بر علیه اون. ولی اون تقریبا اون پرکاهی بود که میگن کمرش شطور میشکنه، بهش میگن لاست را، و یک بهانه بود ولی بهانه حقیقی. ولی عملا توی شعارها در لبنان بر علیه تمام رهبرا، میدونین در لبنان رهبریت از مسلمان و شیعه و نمیدونم فالانجیست و مسیحی و همه با همدیگه طبق قانون اساسی هر کسی یه سهمی داره هستن، ولی مردم بر علیه همشون شعار دادن و گفتن ما اصلا این فرق بازی ها رو نمیخوایم و میخوان که دست ایران هم از مملکتشون قطع بشه. و این یه مقداری شباهت داره در بعضی مسائل در اعتراضات عراق که مردم دارن همین شعارها رو میدن بر ضد حکومت و اینکه میخوان نفوذ و حضور ایران رو از مملکتشون در ضمن خارج کنن. خب این برای دست اندرکاران رژیم فقاهتی وحشت آوره و باید هم باشه. و آیا چه تأثیری خواهد کرد، در چه حد تأثیر خواهد کرد، باید منتظر بوده دید.
ولی چیزی که مسلمه، ما در باید بتونیم در یک زمانی از خواب خرگوشی بیدار شیم، بدونیم و درک کنیم که ما صاحبای اصلی ایران هستیم و باید برای تعقین سرنوشت خودمون دست به کار بشیم. بسیار ممنون. من برنامه شما رو با دوستان دیدم و گویا خبری هست نوامبر، میخوان که با دوستان بیننده اینجا هم شیر کنید یا منظورتون کنفرانسه؟ کنفرانس و سفر. ما در جبهه جمهوری دوم، اولا برای اطلاع بینندگانتون، اونایی که قبلا نشنیدن از زبان من، جبهه جمهوری دوم سه تا جریان درش وجود دارن: حزب ایران آباد، ایران لیبرال و اندیشکده آگاهی و شناخت. این سه تا جریان با هم همگام شدن و جبهه جمهوری دوم رو به وجود آوردن. خاصه جبهه جمهوری دوم اینه که در ایران یک جمهوری دموکراتیک لائیک به وجود بیاره، که یعنی حکومت از مردم، به وسیله مردم، برای مردم باشه. و اون لائیک اینه که مذهب کوچکترین نقشی و دخالتی در دولت نداشته باشه. مردم آزادن که هر باوری که دلشون میخواد داشته باشن، ولی روحانیت هیچ نقشی در حکومت نداره و اجازهش هم نداره. فرقش هم با سکولار اینه، در سکولار هنوز یک چیزهایی اونا اجازه دارن، ولی در لائیک هیچ اجازه شرکت و دخالت نداره. این قصد ماست. و اما راجع به کنفرانس، در ماه نوامبر، 16 نوامبر در پاریس یک کنفرانسی داریم که از هر سه جریان در اون شرکت خواهیم داشت و من و سخنگوی اندیشکده آگاهی و شناخت از آمریکا میریم به پاریس و در اون کنفرانس شرکت میکنیم. این عمومی است، مردم هم میتونن شرکت کنن یا فقط مردم هم میتونن شرکت کنن؟ و همین که پخش میشه، هم از تلویزیون دیدگاه پخش میشه، هم از فیسبوک و سوشال میدیا، و مردم میتونن نه تنها نگاه کنن، اگه دارن از یک سوشال میدیا اینو نگاه میکنن، میتونن پرسشاشون هم مطرح کنن. بسیار عالی. اگه دوست داشتید میتونید با دوستان صحبت کنید، اگه خواستن و ساعتشون با ما اینجا ردیف بود، میتونیم از تلویزیون مردم هم مستقیم پخش کنیم یا از فیسبوک صفحه مردم. آقا من از شما ممنونم، امیدوارم با این توضیحاتی که میدید دوستان بیشتر برن مطالعه کنن. و همونجوری که دیشب خدمتتون گفتم، ما خیلی خوشحال شدیم، چند تا از کتابای شما رو یکی از دوستان گفت که میخوام، خیلی خوشش اومده بود و خیلی هم خوشحال شد که با شما تونست صحبت کنه و شما رو هم دعوت کرده که وقتی میان اینجا حتما با هم چند ساعتی باشیم. و خیلی ممنون. دوستان عزیز، آقای لادن یک کتابی دارن به نام خدا سالاری و درماندگی و هنوز چند تا نسخه از اون رو تلویزیون مردم داره. اگه مایل باشید یا با ما تماس بگیرید یا با خود آقای لادن مستقیما تا این کتاب رو تهیه کنید و ببینید که چگونه میشه خدا سالار بود و درمانده، درست مثل ماجرای حکومت ایران. خیلی ممنون که با ما بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید آقای لادن. سپاسگزارم، همینطور شما و بینندگانتون و هممیهنانمون. روزتون خوش. مرسی و امید دیدارشون. خب دوستان عزیز، همونجوری که گفتم این برنامه ها تا ساعتی دیگر، الان دیدم خانم جیلانی، من میگیرم آدرس و ساعت و روزشو اینا رو برای شما میفرستم، ببخشید چون این وقتی داشتم با آقای لادن صحبت میکردم با این دوربین و تلویزیون کامپیوتر بودم، این بعد بود چشمم براتون، اصلا اگه فلایر داشته باشه میگیرم میفرستم، احیانا روی مردم تیوی هم پست میکنیم. من با دوستان گفتم بعضی وقتا اینا فکر میکنن که باید یه تلویزیون داشته باشن مال خودشون، یه رسانه داشته باشن مال خودشون. تلویزیون مردم در 16 سالی که باز بوده و به همون حمایت شما تونسته قدم کوتاهی برداره و به
زندگی خودش ادامه بده، ثابت کرده که با همه میتونه همکاری کنه بدون اینکه مشکلی داشته باشه. این دوستان هم میتونن از تلویزیون مردم استفاده کنن. اتفاقا یه دوست جدیدن نوشته بود من چجوری میتونم برنامه داشته باشم، گفتم خیلی ساده، شما تصمیم بگیر ما برات اجرا میکنیم. و گفت آخه من درباره سلامتی و بهداشت و اینها، گفتم دیگه بهتر، این چیزی که شما میگی چیزی که همه احتیاج داره. چون وقتی بگیم سیاست یه عده میگن اوه ما سیاسی نیستیم مثل من، بگیم مذهب یه عده دیگه میگن اوه من مذهبی نیستم مثل من، ولی وقتی بگیم سلامتی دیگه کس نمیتونه بگه من دنبال سلامتی نیستم. ببین آقای رافی در آمریکا با این تکنولوژی به اصطلاح بهداشت و خدمات پزشکی 71 سالگی فوت شد و رفت. فکر سلامت خودتون باشید. امیدوارم این دوستون از برنامه تلویزیون مردم استفاده کنه و برنامه خودش رو شروع کنه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. و همونجوری که گفتم دوشنبه به احتمال زیاد با شما هستم، چهارشنبه به احتمال زیاد برنامه نخواهم داشت، ولی جمعه یه برنامه جالب از جای جدیدی پخش خواهیم کرد و با شما خواهیم بود. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم و اگر اهل مشروب هستید سعی کنید کم بنوشید و همیشه بنوشید، نه از صبح که شروع میکنید، ولی مواظب باشین که نه خودتون نه دیگران رو به بیمارستان و قبرستان نفرستید برای یک جام بیشتر. باز هم فردا همون جام و همون مشروب هست، ولی سعی کنید با دوستانتون شاد باشین، وقت خوبی داشته باشید و سلامتی دیگران رو هم رعایت کنید. مرسی، به امید دیدم.